سلام به یه ویدیوی جدید دیگه خوش اومدید. صادقو که میشه صادق بیا. صادق امروز به من گفتش که یه سورپرایز برام داره. با بچه‌ها داریم میریم ببینیم چه خبره. من یه خوابی دیشب دیدم، امیدوارم اون سورپرایز باشه. خواب دیدم چند تا جوان رشید دنبالم از یه کوچه بنبستی منو خف کردن. ولی من نمیدونم چرا اون موقع گفتم یعنی راه نداره برم. نمیدونم گفتن نه، گفتم یعنی باید شل کنم، گفتن که آره. تمام زورمو زدم بغضمو جمع کنم تو چشام بگم بی خیال باشی. ولی دقیقاً اون لحظه خواب بیدار شدم. خدار هزار مرتبه شکر کرد. امروز نمیدونم چه خبر واقعا. حالا نمیگی چیه؟ بذار نگا. استرس گرفتم. امروز صبح من قبل از اینکه بیام دنبالتون سجار جا رفتم واسه همون سورپرایزت. گفتن تنها امیدی که دارم همین جایی که می‌خوایم بریم. نظر تو چیه؟ امیدوارم دختر باشه. ولی ببینیم چه خبر. خب آقا می‌خواستیم با قطار بریم ولی پول بلیط قطار رو دیدیم مثلا زیادتر از پولی میشد که واسه ماشین اجاره کردنه. واسه همین تصمیم گرفتیم ماشین اجاره کنیم با ماشین بریم. چون اینجوری 6 یورو بعد بدیم اونجوری 4 یورو بعد بدیم. خیلی خوب. داری برو بشین تو ماشین. گرمه. الان کولر میگیریم تو ماشین. مفته کولر بگیر. مفتم نیست. ما پول نمیدیم. فاده بگیر. بازم مفت شدی. الان مفته برام. اینجوری حساب کنیم مفته. مفته. پژو تو این نسل از ماشیناش اومده از این فرمونای استفاده کرده که شبیه هواپیمایی. میدونید چیه؟ این الان جدیدترین مدل 2022 که الان سوارش من الان اولین بار دارم خودم اینو میبینم. آره شیشه‌ای برقی داره. از خنده دک. آ بشینید بریم زودتر. بشینید بیاد بیرون من بشینم. انقدر بونده ای نمیتونی از اونجا بشینی؟ بیا بیا بشکن. چرا به من اهمیتی نمیده؟ میشه بیای؟ ما ماشین داریم تو نرید. تو داری الان ماشین. میشه وایسی برام؟ یعنی دستشوی سگ نیست اونجا. دستشوی سگ نیست فقط آدم بریم. مثلا که سگ دارن یه دونه مشن با سیاه هست یه بسته دستشون آره میگیرن ولی خیلی ها نمی کنن این کار. البته اگه واسه سگت مالیات بدی به خاطر همین مثلا شهرداری حالا 90 درصد گیر میده. اصلا بحث مالیات هم نیست، طرف شعور با داشته باشه که تن سگشو نذار تو خیابون. بودی عجب جای خفنی خودی اینجا مرده خیلی توپیه. آقا سرعت مجاز نمیرفتی شما. میدونی واسه چی جلوتو گرفتیم؟ یه لحظه جواب سر. یه لحظه. بنویسید ما کار داریم. چقدر میشه؟ 750 تومان. واسه نگه داشتیمشون خیلی جذاب. یارو جلوی ماشین رو گرفت بعد یه زن شوهر و بچه‌هاش پشت ماشین بودن. یارو اومد گفتش که جان سر تو رو خدا ببخشید این شوهر من یه ذره اونجا تو رو گفت نه خانم اتفاقا قرار بود اول کسایی که کمر بند می‌بندن امروز بهشون جایزه بدیم این مثلا مبلغ رو بعد به شما بدیم فلان. بعد زن خوشحال گفت وای میتونی حالا بری گواهینامه بگیری. زن گفت ببخشید جان سر و نه بعد اینو ایول. بعد بچه‌اش از پشت گفت بابا گفتم قاچاقی از مرز خارج نشی بابا. یکی هم پشت تو صندوق میزد میگم رسیدی. جلوتر یه مغازه جنگی آمریکاییه. تمام وسایل آمریکایی مال سربازی نمیرم جنگی هر چیزی که بخوای اونجا داره. اینه بچه ایش. از کیسه خواب چادر هر چیزی که بخوای نارنجک داره. آره هر چیزی که بخوای. باغچه و اینا داداش من کم کم دارم به این نتیجه میرسم من اینا خیلی خف کنی اون از شهر داره خارج میکنه شهرک صنعتی اعلام به هیچ جا نمیرسه تی وی آره میگم هر خواب یه تعبیری داره. آره دقیقاً یکیشون هم دستش یک چاقوی خیلی بلند بود شاید تاریکی بوده چاقو نبوده چیز دیگه. آره نمیدونم امکان داشته ولی فکر نمی‌کنم بلند باشه دیگه. من حس می‌کنم گیملت بزرگه اینجا. من حس می‌کنم یه سورپرایز خیلی خفنه ولی نمی‌دونم چیه. فقط چیزه چیه؟ هیچی نمی‌بینه دفعه دفعه. منم هیچی نمی‌بینم از داخل. اوه چه پسر خوشتیپی. شما گیملته؟ نه بابا گیملت نیست. شبیه گیملته دیگه نمی‌دونم. داداش اینا رو برای فروش گذاشتن. سیستم‌ها برای فروشه. امیر جون چند شب پیشم بمونی یه دونه از این 370 برام بخری. چنده؟ 2000 تا. 2000 100 جا. با من حرف از قیمت نزن. دست اومد رو لباس. من امیر چون که توی دیاشم خیلی سین دوست من که این گفتم اینو رفتم امروز 3-4 تا شاپ دیگه شون بعد نداشت منو فرستادن اینجا اینجا میگه نداشت نداشت اشکال نداره این گرافیک بشه برام.
قابلت مرد. این چه شرکتیه؟ همه چی داره یا چی؟ وسط میبندن میان یه خونه، مثلا حتی بگی یه نوع گیم سیستم میخوام، وسطو میان توی خونه، از میزا رو درست میکنن، صندلیا رو، سیستمای گیم، بعد کسایی که یوتیوبرن خیلی اصلا چیز هستن با اینا قرارداد میبندن، هر سال یه نوع سیستم توپول با دوربینای مختلف با چیزای عالی اینا براشون تبلیغ میکنن. آره خودشون بعد میارن اصلا اونجا توی اتاقش واسش درست میکنن. ولی ما یوتیوبر ایرانی هستیم، ایشکی مال بیا ازت تشکر کنم. برسی که انقدر اهمیت میدی به حرفای من. علی بیا، میگم هیچ کی تا حالا انقدر به حرفم اهمیت نداد. من واسه علی و سجاد هم سوپرایز باک تو سرت. من دو هفته است دارم میگم میشه حال منو از سیم چنج کنی. آره. خب دوستان عزیزم، داریم میریم یه مجتمع یه ذره مغازه پغازه‌هاشو ببینیم. اون چیزی که صادق می‌خواست اونور نداشت دیگه، بریم ببینیم شاید اینجا پیدا کرد. علی می‌خواد یه خاطره از دوران جاهلیتش بگه. اینا رو که می‌بینم همش یاد قبلا که پارکور می‌رفتم می‌افتم. سه بار واسه این اتفاق افتاد، دیگه هیچ وقت وارو نزدم. اینجا وای می‌سادم بعد وارو می‌زدم، سه بارش قشنگ با فاصله انقدر رد شدم، من قشنگ پیشونیم باز می‌شد، با گردن خوردم زمین دیگه نزدم. منم اینجوری شدم، من مربیمون بچه باز بود بهش. بار نمیتونی بزنی دیگه. گفتم این ورزش ورزشی نیست که با روحیات من سازگار باشه. مواظب باش پسر. سوری آرزو کن و فوتش کن صد جا. آرزو میکنم امسال پیدا کنم. تو آرزو کن. من میگفت اگه بره تو دنیا بره توی گوش، حتی یه نفر من میشتم تو گوشی جوونه زده بود باستدش؟ آره تو جوون چی؟ ترا اصلا اینه پرسیدی؟ همینجوری میخوام سوال اینم میتونم کشاورزی کنم. آه پاساژ اینه، حالا بریم داخلش. این تیکر رو کنید، نو کنید، از این ور الان اینجوریه، اینه هشت ماز یا این الان اینه این نو کنید، حالا این ور هشت ماز نگاه کنید. من 4 سالم بود از شیره. اینا اثر هنری 2022. حالا فکرشو بکن طرف معلول باشن و ما داریم مسخره میکنم. غذای مکزیکیه، اونجا همبرگر و هات داگ و ایناست و پاستا و چیزا مثل دونرو اینطوری داره. اونجا غذای پاکستانی، البته اون رستوران چینیه. بریم سمت همبرگر. آقا این سفارش دادیم، اینو به اون داد، گفتش که وقتی که آمادش غذا تو این میلرد. یه لاکچری بودین هم درد سر خودش داره دیگه. آقا نگاه کنید هشما رفیق باورا، دمش گر خدا بکنی، دمش گر. داشت مایونز پایونز میزدی اینجا؟ من نمیخوام بزنم، تو برو بر خود بزن. گوتایی رو برد ببینید یه نگاه آه گشتمه ببینم. نه خود من بعد قبل از اینکه تو امتحان کنی امتحان کنم نمیری. سالم یه بار توی اسکان قطار بودیم، یه مرده بود از این لباسای عربی اونو بود، یعنی کیف داشت سیبیلا رو زده بود، بعد ریشا بلند، بعد یهو توی قطار بلند شد شروع داد زدن الله اکبر، 10-20 نفر پریدن روش. ده من پشمام ریخت از این چیزی که گفت، پشمام ریخته که مردم زدنش، یعنی فکر همه فرار میکنه. البته اینم یه آلمانی بلند نشد مثلا، خودش خارجی بودن، مثلا دوستاشون سیاپوس بودن، من فکر کنم برنگ بوده باشه، ولی پلیسا بردنش، دستان زدن بردن. دو تا از دوستامون دارن میان شما رو ببینن، الان میریم پیش اونا یه ذره با اونا میچرخیم، بریم ایسکا قطار دنبالشون، بعد یه ذره احتمالا با اونا بچرخیم و همین دیگه. ای ما واتس اپ کجایید؟ یو سلام کجایید؟ من دیگه تو واتس اپ ساعت 6:20 میرسم. اوه چه تله میبینم. سلام بای بای. ای گفتم ماشینای گشادتر، این چقدر تنگ بود. اشو مشت 30 دقیقه ماشین اشو رو
6 یورو خواستیم تیکت بخریم. یه دونه خودم یه خاطره خفن تعریف کنم. یه بار یکی از دوستان رفتیم کمکش، کمد بود توی ایبی دیدیم، مجانی گذاشته بود. بعد یارو هندی بود ولی مسلمان بود اینا. به من گفت که من میشونم پایین، کلیدو به تو میدم، تو برو طبقه 4 در خونه منو باز کن، کمدو باز کن بیار پایین. من اول شک کردم، من گفتم واقعا خونه خودت؟ گفت آره این زنگش، اینم آسفایزم و اینا، ببین آدرسم اینجاست. اگه اینجوری شدی بیشتر دارم. من همین تو شک بودم، گفتم ولی کمدو دیزی زده آنتاگ مجانی. من یه اسکرین از آنتاگش گرفتم، گفتم اگه چیز باشه دیگه مثلا به پلیس میتونی اینو نشون بدی. من کلیدو گرفتم رفتم بالا، چند تا تصویر خوشگلم تو خونه بود، من یکیش واقعا چشم گرفت. یارو گفتم میتونم بردارم؟ گفت که آره اگه دوست داری بردار. من یه از اونو برداشتم، همون بالا بودم داشتم کمدو باز میکردم، توی خونه صدا میشنیدم، یکی مثلا داره راه میره اینا. بعد خونه از این زیرشیرونی خیلی قدیمی بود، گفتم که شاید طبقه پایینی اینا، اهمیت ندادم. خدا شاهد اینه که میگم قشنگ راست احساس میکردم یه چیز بد میشد، یه در میخورد به هم دیگه. گفتم خب پنجره رو من باز گذاشتم، من اهمیت ندادم. تو گوشم یکی میگه واقعا همچین صدایی به خدا میشنیدم. دیدی توی بازیای ترسناک مثلا یکی میاد تو گوشت، آقا من واقعا دیگه پشمام ریخت. فقط کمدر رو سریع آوردیم پایین، خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، یه پله رو ندیدم. اومدم با صورت بیام توی دیوار، به خدا قسم دارم میگم اومدم بیام توی دیوار، یکی پشت کمد گرفت، یکی پشت کمدی که من داشتم میمردم زیرش، زور داشتم میزدم، یعنی بگم به سبکی این تبلت شد مثلا، اینطوری آوردمش پایین. بعد اینطوری میلرزیدم، زرد شده بودم، موهایم کلا سیاه، اینطوری میلرزیدم. کلید دادم به مرده، گفتم که بالا جن داره. گفت که به خاطر همین نیومدم. گفت الان 1 سال و 8 ماه من خونه رو اجاره کردم ولی کامل خالیه. پشمو سلام، چطوری؟ خوبی؟ کلیسا رو ندیدی تو؟ نه هرکی اولین بار میبینه واقعا شگفت انگیزه. تو عکس ها همیشه فرق داره، خیلی خفنه، خیلی خفنه. پایین رو میتونیم بریم تو کلیسا، میتونیم همه چشم بریم. آره موزیک فلسیه نو با خودمون نیاز دارم. بیا بذارم چهرشو هی خواستید بیت ساپورت کنید. خب بریم این ور سمت این بازاره دارم ببینید. بعدش اگه دوست داریم هرم میتونم شهر قدیم به جای خیلی ناب شبیه ایتالیا میشه پس کوچه های تنگ و باری. دیشب یه خوابی دیدم که تا اطلاع ثانوی کوچه های تنگ و باری. بشما پیش روانشناس میرفته مشکلاتشو بهش میگفته، بهش میخندیده، میگفت مشکلاتتو باید من اینطوری به لبخند میشنزم میخندید. میگفت این حرکت دست ها بین المللی کنه. بیننده هایی که میدونید این چی اینجوری لایک کنید. نمیشه اینجا وایسیم غیر بدیم اون پول بدن؟ چرا؟ میتونی بیای هر شب خونه غیر بدی؟ پول نداری تو؟ من بعدا بهت میدم واقعا، هر واقع پول داشته باشه از دوره بود. قشنگیش میدونی چیه؟ عروسی آلمانیا، دو نفر به عنوان شاهد با دو تا بادکنک اینطوری اومدن، تموم میشه میره. بعد ترکا، ایرانی‌ها، بچه افغان اینجا جمع میشن، آقا میره. بعد چند وقت داریم این همه شلوغی رو میبینیم خدا وکیلی. من پرتغال اینجوری بود دیگه، بعد 10 برابر اینجا جمعیت. خوبی همی؟ جمع خاطر انگیز با نداشتم آخه. ما خواستیم بریم، قرار بود اینو داداشش رو ببینی. پایین پل منتظر ما بودن، قرار بود یه رو مثلا باشون باشیم بعد بریم. خورده بودیم. بابا بچه گفت بچا یه رو بریم پایین تابلوازی در آید یا. تا 3 صبح آقا بودن. همه اون خاطره ها دور سرم چرخید. علی خیلی شلوغه. آقا من برم بچه‌ام بزنم. چه مرسی. خدافظ خدافظ. یا نمی‌رفتن. بعد حسام ساعت 12 من خدافظی کردم. من تا 3 صبح دنبال حساب میگشتم. تو پلیس جریمه اون کرد. اصلا یه وضعیت شد. پلیس جریمه تو کرد واسه چی؟ پارسا من آهنگ گذاشت. بعد گفتیم که جریمه میکنه. گفت نه. پلیس با ما کاری نداره. من شیوام خودم پلیس رو میزنم فلان. 5 دقیقه بعد پلیس اومد وسط یه عالمه آدم. پارسا رو گرفت. گفت برای چی موزیک گذاشتی؟ بعد گفت به خدا خاموشه. بعد پلیس 60 میکنم جریمه شد. زدم تو گوش پلیس. چند نفر اومدن منو گرفتن. یه دست اونجوری یه دست اون. بعد تیر زدن به. خب جوجا خالی دادی. بزن. نه آجمی یکیشم با سر انگوش گرفته انگوش با دندون پاها گرفتن. اینجوری در واقع اینجوری کرد. هیچی دیگه یه کارایی بام کردن که دوست ندارم تو دل. فردا میخوام یه میز جن بازی. بگه جن داره. خب بریم جن بازی. جدی؟ همین جایی که گفتم اینجا رو. تو هم میای. دوست داری اینجوری باشه؟ پیر بشی تو این خیابون راه بری؟ با کی؟ با تو؟ آره. نمیگم پیر بشم. آخر سر این چالش ها یه سن مشخصی میمیریم. حالا این بری بریم یا این بری؟ از این بری. دشوی اونجاست. باید زوبیزا این طرف رو بریم. یا بریم. بریم یا اینجور. کلیسا رو میتونیم ببینیم ولی اون بر رستوران ها و دریاست. کلیسا؟ کلیسا. 100% کلیسا. 100% کلیسا. به خاطر سجاد فرام از این بر بودی. گردم بگیرم. این چرا این شکلیه؟
خیره چشات به اون ور جذب بشه. چشپا رو باید شوز جور دیگر باید. من الان دارم انسان ها رو جور دیگه میبینم. چی میگی؟ نمیخوام بگم دافا رو دیدم. برم کن. داستان این سفر میشه یه بار دیگه توضیح بدی؟ از اینجا الان شروع میشه، وقتی یعنی که تاریک بشه یک ساعت دیگه شروع میکنه، همه رو پارتی میگیره تا حدود 3-4 صبح، یعنی میره دوسلدورف دور میزنه برمیگرده. بچه صفحه که میگم اینه، یه لحظه شما نگاه کنید این صفحه، همه میخوام برن سوار این کشتیه بشن، یه ذره دیگه میخوام چیل کنی بشینیم خسته شدیم بعد دوباره بریم به چرخی. بچه اون بالا تولد گرفته اش بالش. آره ما تو بچگی از اینا داشتیم. نه. یه دونه چیزا بود کوچیک بود اینجوری. آره اونا کوچیک بوده. سالن اپراست دقیقاً این زیره سالن اپراست. بعد الان بالا که میریم این سکیوریتی میبینی بالا واسه شب رنگا اجازه نمیدم ما بریم اونجا چون که صدای پامون سالن اپرا رو کلا به هم میریزه. یه دونه صدای پا کلی میتونه جارو به هم بریزه. واو انجای قشنگیه. واو سن عظمت. پاشا اینجا سالن اپرا. این زیر قشنگه سالن اپرا و یا نمیذارن. ها مراسم شما ایشونو نگاه کنید. انقدر قشنگ داره عکس میگیره ولی ایشون ماشاءالله خودتون مقایسه کنید گزینه 1 یا گزینه 2 دیگه دارم از عقب میذارم. چه خوشگله اون ماده است. نگاه نگاه ای بابا Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. طرف جلو در وایساده داره پول میگیره واسه کلیسا. خالی اون یارو بالای اینجور داره میکنه نگاه. پشمو وسایل چقدر خفنه. خب چشمم نوینی مشخص نمیشه نگاه. داره به چشمم بالا رو بگیر. اینجا داره ساز میزنه طرفم یعنی کلیسا جز داره میگه هولیشت؟ نه هولیشت نباید بگی تو کلیسا. هولیشت کلمه بدی. هولیشت آرون یه هم صندلی خالیه بشینید دیگه. بریم جلو جلو بشینید میزای جلو. همش طلا. آره اینا طلا خالص زدی میگه. من یه چیزی رو نشون کردم بعدن اگه خدا بخواد بیام سرقت کنم. قبر شکسته قدیمی خیلی قدیمی پسر. هاولی پاس خیلی قشنگه. علی میخواد یه چیز جالب بگه. همه کلیسای کاتولیک 12 تا عکس یا کمتر یا بیشتر هست که توضیح میده روند به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح. اینم فکر کنم یکیشه به جای عکس این چیز خفنو گذاشته اینجا. اونجا هم هست. تمام مرحله‌هاش رو توضیح میده. سجاد توی موقعیت سجاد من نوکرتم بابا. علی اون چیزی که گفتم خون بدوزم. درگ بتونم ما اینه. بچه‌ها من اینو می‌خوام. بعد اقل یه چیز کوچولو از روش میگفتید. نه دیگه کلش اوکی. اون شنله. آقا تو کلیسایی که نتونی حرف بزنی پس عدالت کجا رفته؟ بیاین خفن ترین جاش این زیر زمین. اینجا تازه شروع از اینجا هست. سردابه است این برا. میبینی؟ چهار طبقه زیر اینه. شما بلد بچرخید. ما میشیم. مسیحا وقتی میخوان دعا کنن با زانو اینجور میشین اینجا اینجا میمدن ترسان توبه کنن که سریشون بالا توبه میکردن دنگی که اینجا میمدن گفتن خدا رو گوخورم چه میگم مادرم اینجوری دوست داره شرمی میگم نه حالا بیده به جور علی اگه بذارم چوبه اینجا راضی بودید؟ فانتاستیک. آماده این 500 تا پله رو بریم بالا. من برمیگردم. امیر همچی میگه راضی بودید انگار اصلا خودش ساخته اینجا رو. بچه ها اون طلاه اونم طلاه میدونم شما برای تو جذابه خیلی خفن. بچه ها یکی از قدیمی ترین قطعات این کلیسا اینه. نگاه کنید چقدر دقیق و چقدر زیبا کار شده. نگاه کنید همه رو با دست انجام. بچه قدیمی ها اینجا پریز برق هم بوده. این چی اینجا ناراحت کننده است؟ 2014-2015 من اینجا که می اومدم این عکس ها حفاظ نداشت. الان از بس مهاجر اومدن دست زدن همش از مینی حفاظ زدن. نه باید دست بزنن. آره نشنگ خیلی میشونن آره من گاب هم دیگه از چی آویزون میشدن ما یه سری رفتیم با احمد همه یه جا نشستیم مجسمه بود تاریخی بوده احمد رفت بوله سواره از چیچی خدایی خیلی قشنگ واقعا کلمه فانتاستیک اینجا به کار میاد. تو فکر کنی اینا رو مثلا چند هزار سال قبل که هیچ چیز نبوده بدون خطا درست کردم. یه چیزی گفتم خواسته راجع بچه ها پروانه ایه شاید خیلی مشخص نباشه ولی از دستاتون شاید توضیح بده راجبش. پوستشون خیلی حساس. برای چی میگم پروانه؟ یعنی چون که پوستتون مثل پروانه است. قطارتون میاد یا بریم بچرخیم؟ نه دیگه. ما اونو بزنیم و بریم کلامون. شما به خیلیاتون بچه‌تون باشین. بریم خونه؟ بریم خونه.
سه تا اتفاق خیلی خفن افتاد. کنسرت کیه؟ رضا بهرام. آه من دوست داشتم. فان نداره. مثلا فردا صبح شروع می‌کنه. دنبال ما حاجی هست. یه لپ بدم.